دوست بسیار عزیز و ترانه‌سرای خیلی خوب کشورمون آقای معینی کرمانشاهی، من هم تعریف باید بکنم از کارشون و هم خاطرات بسیار زیادی با ایشون دارم که البته شاید گفتن اونا موجب اطاله کلام بشه، وگرنه هر چه که ما با هم در حقیقت میشه گفت که همکاری داشتیم پر از خاطره بوده. ما اینی من اعتقاد دارم بهش، یعنی فکر میکنم که در ترانه سرایی بسیار شاعر ارجمندیه، برای اینکه اطلاعات ادبیش هم زیاد هست و خب کسی که اطلاعات ادبیش زیاده طبعا کارش هم تر تمیزتر میشه. بعد اون یه سبک تازه هم آورد در ترانه سازی. وقتی شاعری خودش علاوه بر اینکه عروض و قافیه و شعر رو به خوبی میدونست، اگر با موسیقی هم آشنا بود میتونه کارش رو، کار ترانه سراییش رو بهتر انجام بده و این شاعر و ترانه سرا در این زمینه خیلی متحبر بود. دوست با وفاییه، انسان والاییه، آدم با سوادیه، آدم با حالیه، اشعارش هم تمام شرزنده. آقای رحیم معینی کرمانشاهی نامشون با ترانه سرایی این مملکت مترادفه. یعنی شما اگر هر چی ترانه که در یاد دارید و زمزمه میکنید جستجو بکنید، ببینید ارتباطی با آقای معینی کرمانشاهی پیدا میکنید. استاد معینی کرمانشاهی، استاد و پیشکسوت در امر ترانه سرایی بودند و یکی از افرادی هستند که من همیشه از راهنمایی های ایشون در دوران ترانه سرایی از ایشون بهره بسیار زیادی بردم. ایشون هم باز جز پیشروا و پیشکسوت ها هستن که ترانه سرایی رو ترانه های بسیار زیبایی گفتن، بسیار بسیار زیبا. نمیتونم، اصلا نمیتونم بگم که شعر معینی کرمانشاهی چه، غزل خیلی خوب میگه، شعر خیلی قشنگ میسازه، تو کارش اصلا حرف نداره، زیبایی و لطافت و همه چیزو تو اشعارش من دیدم و شما حتما حس کردین. آقای معینی کرمانشاهی یک مرد بیشیل پیله ساده صادقی است که اگر کسی باش آشنا نباشه فکر میکنه آدم متکبری، بعد باش آشنا بشن، خوب باش قاطی بشن تا بفهمن این چقدر مرد ساده و درویشی. من خیلی از غزلاش رو خوندم در گلای جاویدان و رنگارنگ و مورد احترام مرحوم پیری ها بود خیلی و واقعا جز شعرهای تمثیلی است. در کرمانشاه جز به معدود خانواده های بسیار مشهور کرمانشاه اگر حساب کنیم که در زمان خودشون و در زمان اون خانوادگی که از پدر بزرگ من شروع شد، مرحوم حسین خان معین رعایا که در بقایای مشروطه زمینی که خانش آتیش زدند و زندگیش آتیش زدند در کرمانشاه خودش رو کشتن. مادر و پدرم با هم از هم جدا شدند و من باید هر چند گاهی یک بار میرفتم به دیدن مادر و برمیگشتم خانه پدر و این رفت و آمد در من ایجاد خیلی سرگشتگی بچگانه ای کرد و من رو به یک فکرهای دور و درازی مرتب فرو می برد و مدرسه ای رفتم و دبستانی تمام کردم و دبیرستان رفتم و یواش یواش این زندگی محقری پدر من از نظر زراعی داشت که براش بقیه ما زندگیش مونده بود، من که یواش یواش دیگه به سنین نونهالی میرسیدم عشق و علاقه به رفتن به صحرا پیدا کردم و زندگی زراعتی و زندگی با عشایر و عشیره ها. به نقاشی علاقه من شده بودم و نقاشی میکردم و طلیعه شعر در وجود من یواش یواش خود نمایی کرد.
گفتنیست که عرض کنم که از بچگی علاقه عجیبی داشتم به خواندن شاهنامه، خواندن حافظ و سعدی. یواش یواش دوران دبیرستانم داشت به پایان میرسید و پدرم هم مریض و من بایستی حافظ اون مقدار زراعت کمی که داشت باشم و الا اگر من نبودم و از خراب بود. بنابراین اینکه بتوانم تحصیلم رو بیام تهران و ادامه بدم در دانشگاه، این امکان برای من مطلقا وجود نداشت، خود به هیچ قیمتی. خب در کرمانشاه هم دانشگاهی وجود نداشت، پایان دبیرستانی بود و تمام میشد. در همون اوان من خب ازدواج کردم با خانمم که این ازدواج به این وصلت ما تا به امروزی که در خدمتتون هستم به صورت یگانه ای ادامه داره. و شاید اگر جزء توفیقات الهی اولیش رو من و بنیاد همه چیز رو بر این اولی قرار بدم، همین ازدواج موفقیت آمیز من بود که زندگی پر آبرو و پر کیفیتی و سعادتمندی رو خانم من به من داد. خب من ازدواج که کردم یواش یواش وارد کارم شدم و وارد بانک سپه شدم در کرمانشاه. ولی سر پرشوری داشتم، زیرا گذشته خانوادگی من و کشته شدن پدر من و غارت شدن زندگی خانوادگی من، همه اینها در وجود من وطن کرده بود و از من یه آدم تقریبا سرکشی ساخته بود که تنها چیزی که من آرام میکرد نوشتن بود و روزنامه نگاری رو شروع کردم و نوشتم. روزنامه‌ای به امتیاز پدرم به نام روزنامه سرحشویان غرب، و من این روزنامه رو در کرمانشاه منتشر کردم بدون هیچ گونه کمکی و مددکاری. به تنهایی مقالات می نوشتم، به تنهایی به چاپخانه می بردم، به تنهایی منتشر می کردم، و ولی مقالات پرسر صدا، دامنه‌دار و انقلابی و تند و تیز، خیلی تند و تیز. خب همه اینها رو هم انبان شد و باعث شد که علیه من ادعانامه‌های صادر بشه که من بیام علیه حکومت ملی و این حرفا کردم و منو گرفتند و زندان بردند و مدت‌ها توقیف و زندان بودم و محاکمه کردند و بعد تبعید شدم به قلعه فلک الافلاک. مدتی در اونجا بودم و آمدم تهران و تهران دیگه ماندگار شدم. حالا من حالا در این زمان که عرض میکنم، حالا صاحب دو تا بچه بودم. دختر بزرگم تقریبا 3-4 سالی شده بود، 3 سال نیمی شده بود، و وقتی ما آمدم تهران 3 سال شده بود. پسرم، پسر بزرگم 1 ماه بود که من آمدم، 1 ماه یا 2 ماه. دیوانه ز دست عشق تو کنونم، آواره چو مجنون در دشت جنونم، چون بگذرم از این ره با پای شکسته، چون ناله کند این نی با نای شکسته. خواهد شد
که نوشیم زمینای شکسته، چه خواهد شد که نوشیم زمینای شکسته. معاون نخست وزیر بود در کاخ گلستان، اکثر روزها روزی دو سه ساعت من توی اتاقش بودم که من یه چنین لطفی داشت. دستور داد که من رو در وزارت در اداره کل انتشارات رادیو که زیر نظر نخست وزیر بود چیز کنن، استخدام کنن. دستور اولیش مرحوم مطیع دوله حجازی معاون نخست وزیر بود، با هم بد بودن، انجام نداد. بعد مجبور شد یه نامه از مرحوم دکتر مصدق گرفت که البته بنده رفتم خدمت مرحوم دکتر مصدق، یه نامه دستور فرمود و که بر اساس نامه اون و نامه مجدد دکتر فاطمی بنده استخدام شدم که توی پرونده استخدامی من هستم. اولین سمتم در اونجا رئیس دفتر و بایگانی خبرگزاری پارس بود، بعد رئیس اخبار شدم و یواشاش آمدم رادیو، شدم معاون رادیو، سرپرست گروه هنری کلی رادیو. به دلیل این ترانه‌سازی و که مورد توجه خواننده‌ها و آهنگسازها قرار گرفته بودم، بنده انتخاب شدم به عنوان سرپرست هنری رادیو، معاون اول رادیو، سرپرست هنری. و یه خدماتی در اونجا کردم که در حد خودم اون زمان یه خدماتی بود. موسیقی ها که اون زمان به نام خواننده ها در رادیو پخش می شد دسته بندی کردم و شماره 1 تا شماره 7 موسیقی درست شد و که خواننده ها دیگه به نام شماره بندی موسیقی معرفی می کردن و دیگه به نام خواننده موسیقی نبود و خیلی احوال تند و تیزی من پیش گرفتم برای کنترل هنر در رادیو. خیلی کارهای قشنگی داشت، خیلی کار قشنگی داشت و بعد کم کم راه پیدا کرد در جوار یک مثلثی که اون مثلث یک زدش ایشون شد. این مثلث خانم دلکش بودن، آقای تجویدی بودن با حوری کروشاهی و بنده و آقای تجویدی اکثر ترانه هایی که با هم ساختیم در حالت ساختن با هم بودیم. یعنی ایشان آهنگ شروع کرده، من شعر شروع کردم، همینطور فراز ایشان ساخته من ساختم، ایشان ساخته من ساختم. این نبوده آقای تجویدی قبلا یه آهنگ ساخته باشه برای من بزنه، نه همیشه شروع کرده من شروع کرده. که همه شماها به یاد دارید که هرچی این سه ساختن و خلق کردن هنوز ورد زبونات، هنوز ورد زبونات. من یکیشی مثال میزنم براتون که ببینید این چقدر شکل گیره و چه قصه قشنگه. یادگار کودکی، نه من دیگه تکرار میشم و جوانیم و شور حال جوانیم تکرار میشه، نه آقای تجویدی تکرار میشه شور حال جوانیم. یک بار بودیم، قدر یک بار باید بدونیم. آهنگی دارم من به نام کودکی که فوق‌العاده مورد علاقه خودم است. یه بچه کودکی بود که این پل ما بود، من 5-6 ساله، اسمش گیتی بود، حال بزرگ شده بود در خارجه. این آهنگ کودکی رو ما به خاطر او ساختیم در حقیقت. خب من یک بار با آقای تجویدی من باب مثال مثل همیشه بودم که ایشان زمزمه کرد و دختر توی باغچه گل لاله عباسی توی پیشانش میکوبید و من یاد بچگی منداخت و
آهنگ آقای تجویدی که رو تخت روی یه تخت نشسته بود کنار حوض و من کنارش نشسته بودم داشت با انگشتش با آهنگ بازی میکرد، گفتم آقای تجویدی آهنگی داری؟ گفت برش، گفتم بزن، ترانه کودکی رو ساختم. این یک بار میشه. از اون احوال بچه من بیاد کودکی خودم افتادم که همین کاره میکردم. حتی آقای معینی تجربه بودن اینجا، من آهنگ دادم برشون، این دختر هم که دیدن این سوژه رو گذاشتم روش کودکی و اینکه آهنگش هم من به تدریج ساختم، شعرش هم ایشون به تدریج گفتم که تو امان میخوام بگم این آهنگ و شعر ساخته شد و این آهنگ خیلی مورد علاقه منه، خیلی ملودیاش تازگی داره. بله هنرمند چیزی رو به وجود میاره تا وقتی که تو سینشه، وقتی آمد بیرون حالا او هنرمنده به وجود میاره، نگه میداره، اون صاحب هنرمند میشه. صاحب من و آقای تجویدی الان آثار ما هستن، الان کودکی صاحب ماست، ما صاحب کودکی نیستیم. زمان ترانه احوال عشقی مرسوم رو داشت که عرض کردم بهترینش رحیم استاد رحیم معیری، شادروان رحیم معیری بود و نواب صفار اشهد و بالله که این دوتا در صدر قرار داشتن و البته ترانه سراهای دیگری هم بودند که در اون زمان که
کارهای ارائه میدادن و تعدادشون هم کم نبود، ولی در سطح اینها نبودن. اما آقای معینی کرمانشاهی زمانی میدرخشه و زمانی شکل میگیره که رحیه معیری بوده، نواب صفاها بودن، خانم منیر طه بوده، پژمان بختیاری بوده، ابوالحسن ورزی بوده و این جوان کرمانشاهی میاد و شکل میگیره. و مدت ها من خوب یادم که در شورای شعر و ترانه رادیو صاحب نظر میشه. او یه سبک تازه‌ای هم آورد در ترانه سازی. وقتی که آمد مثلا اون طاووسش یه دفعه گل کرد، اصلا یه چیز دیگه بود غیر از ترانه های ما که بین من و تو میگذشت. این یک تابلوی بود برای ما. من سعی میکردم که به اکثر شعرهایی که باشون همکاری داشتم القا احساس حتی امکان کرده باشم و در این مورد واقعا درک آقای معینی کرمانشاهی خیلی خوب و خیلی عرض کنم که با ارزش بوده. کارهای خوب بیشماری با هم داریم. نمونه شعر میکنم مثل ساغر افشکستی ساقی. به عنوان یه برنامه ساز برداشت رو مردم بودن که چی رو میپسندن و انصافا مردم قاضی خیلی خوبی هستن. من خوب بیادم که این ساغر افشکستی ساقی رو من صبح زدیم، زوغ هم تو همه روز همین ساعت زدیم، اینقدر تلفن رو در خاطر که مردم شبا بزنیم. حتی خیلی موسیقی بودی یه بار که میزدیم دفعه بعد کسی از ما درخواستی نداشت، ولی جاودانه بودن رو مردم کردن و امروز هم به اون اثبات شده که هر چیزی که در شکل و قاعده خودش بوده مورد علاقه مردم شده. الان من بدون شک میدونم تو خونه شما با عنوان باباتون همه تون، چون خیلی شما جوانید، اگر زمزمه ای بکنن و اگر دگمه ای رو فشار بدن که موسیقی بیاد، همین آهنگ های جاودانه اون زمانه. گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 472. در این برنامه اثری ارکستر از همایون خرم با شعر معینی کرمانشاهی توسط مرضیه اجرا می‌گردد. رهبر ارکستر و سولیست ویولون همایون خرم. گوینده فیروزه امیر معز. بعضی از برنامه‌ها رو که من در گل‌ها خودم اجرا کرده بودم، مثلا اون ساغرم شکستی ساقی تو برنامه گلها بود و ارکستراسیونش هم خود من کرده بودم برای برنامه گلها، همون برنامه رو پخش کردیم، منتها آوازش این دفعه آواز آوازخان دیگه گذاشتیم. در اون اولین برنامه گلها آوازخان آقای شجریان بود که به نام سیاوش بیدکانی خوند، ولی در این برنامه اف ام آواز رو تغییر دیم و آواز آقای گلپایگانی شد. وقتی که ما به استودیو رفتیم من خواهش کردم که آهنگو بذارین، من آهنگو گوش کنم، یک چیزی از آهنگ بگیرم، یه مایه‌ای از آهنگ بگیرم، یه حالتی از آهنگ بگیرم و بعد اون برنامه رو ادامه بدیم. وقتی که من و ایشون تو اتاق فرمان بودیم آهنگو اونجا گذاشتم، من گوش کردم، من بلافاصله یهو اومد تو مغزم که چه ملودی قشنگی اول خود این آهنگ هست. گفتم آقای خرم به ویالون شما هست که؟ آره. گفتم بریم تو استودیو شما همین ملودی رو بدونی که ارکستر اجرا بکنه با ویالون اجرا کنی، من اینو به شکل فوسه براتون میخونم. و من بهش گفتم مثلا اینجا رو بخونه به صورت رمانس، بر موج غم نشسته منم، و ساز جوابش بده و این در اینجا ساز ویالون بنده است با ساز آقای جلیل شهناز، این دوتا با هم زدیم این برنامه رو کردیم. ما رفتیم توی استودیو و شروع کردیم این شعر رو که بود، این بود: بر موج غم نشست منم، بر زورق شکست منم، اینا خدای عالم. به نام زورق شکسته اصلا ما این ترانه را اول معرفی کردیم. ساغرم شکسته ساقی، بر موج غم نشسته منم. این آهنگ رو آقای مهندس خرم با هم تو باغ نشسته بودیم، دو به دو رفتیم کنار درخت نشستیم، زمزمه کرد و با ویولونش زد و من این ترانه را ساختم. آقای معینی هم میدونست که من حساسم رو کلام و سخنم اینی که نتیجه اثر خوب بشه. نمیدونم اون روز من چه حال منقلبی داشتم که این ترانه رو ساختم، چون این
دقیقاً وصف الحال اون لحظه های عمر خود من هست این ترانه به خصوص. گفتم آقای مونی مرحبا، درود بر شما و بسیار خوب شده. اولین بار معمولا آهنگ جدید رو در برنامه شما رادیو خود آهنگ رو پخش میکردم، بعدم گفتن اطلاع بدیم به شما که روزی جمعه چون هست در برنامه گلها هم همین برنامه کامل پخش میشه. این برنامه به طور کاملش ساعت 2 بود یا 2:30 بود چون برنامه گلها همیشه پخش میشد، برنامه کامل پخش شد. حدوداً 100 بعدش اعلام کرد که مردم انقدر استقبال کردن که ساعت 4 بعد از اون پخش شد. ساعت 4 برنامه کامل گلها پخش شد. حدوداً ساعتی 5:45 بود گفتن که باز تعدادی از مردم تلفن کردن و از ما خواستن که میخوان این برنامه رو گوش کنند. ساعت 7 شب این پخش میشه. ساعت 7 شب پخش شد و مجدداً باز هم گفتن در یک ساعتی که ساعت 10 شب هم این پخش شد. تمام کسانی که در رادیو معمولا کار میکنند میدونه این امکانش بسیار کم بوده. هیچ قدرتی نمیتونه 4 بار یه آهنگ در روز پخش بکنه. اصلا اینجوری نبود که بی خودی کسی این کارو بکنه. فقط مدیر مسئول بود که میتونست پاسخگوی مردم باشه که دستور بده بره یه بار دیگه این آهنگ در روز پخش بشه. تا ورم شکستی رفتم ز دستی در میان طوفان بر موج غم نشست منم در نورق شکست منم اینا خدای عالم آنام من رقم زده شد یک بار رقم زده شد بر سر نوشت آدم تو تشنه خامم کشتی در سرا شاعری که ترانه می‌سازه چند مسئله رو باید رعایت کنه. چند تاش رعایت شدنیه، چند تاش توی ذات شاعره. یکی اینکه شاعر باید در درجه اول از نظر ذات و گوش و هوش موسیقی شناس باشه. اینقدر موسیقی شناس باشه مثل اساتید موسیقی که احوال موسیقی ساخته شده رو بتونه درک کنه، مفاهیمش رو بتونه تو ذهن خودش بپرورانه که این موسیقی که
این استاد موسیقی ساخته، این آهنگساز ساخته، این آهنگ میخواد چی بگه؟ اینه بفهمش. یک، دو، باید ارتباط کلمات و جملات رو در فرازهای مختلف آهنگ از ابتدای آهنگ تا انتهای آهنگ حفظ کنه که شنونده سرگیجه نگیره، یه فراز راجع به یه موضوع باشه، یه فراز راجع به یه موضوع دیگه و پرت و پلا بشه. از اول تا آخر بفهمه چه میخواد بشنوه و چه میشنوه و یه موضوع رو بگیر و بره جلو. اون یک موضوع صحبت کنه، منطقه این دیگه به شخصیت فکری شاعر مربوطه که این موضوع رو چجور بپرورانه که بتونه زمینگی یه موضوع میگه کلمات متنوع انتخاب کنه و خسته کننده نباشه. شرط سوم اینه آهنگ ساخته شده تقطیع نشه، یعنی مثلا میکده نشه میکده، جدا از هم نشه در خوندن، یک کلام باشه و یک کلام حرف روش گذاشته بشه تو آهنگ. آهنگ از هم پاره نشه، فراز اون چیزهاش، اون ملودی ها از هم گسیخته نشه، کلام باعث نشه که آهنگ از هم باز بشه، که کلامم باز بشه. باید به هم پیمان باشه، باید لازم هست هر ترانه سرایی در این حدی که من میگم باید در درجه اول شاعر باشه، شرطش اینه باید ترانه سرا باشه، ولی هر شاعری نمیتونه ترانه سرا باشه. بنابراین ترانه یک کار بسیار بسیار مشکلیه، از تمام انواع شعرهای فارسی مشکلتره. اگر ترانه باشه، اگر به اون صورت تلفیق با آهنگ باشه، اگر زبان آهنگ باشه، از قصیده، از غزل، از تمام شعر مشکل تره. زیدی از آنگاهی خیلی مورد توجه قرار گرفت که در مقام شوره که شعرش از آقای مهمی کرمانشاهی است. این همه آشفته حالی، این همه نازک حالی، هی بدون جفگندگی است. از تو دارم این مرور عشق
صبر خدا اسم این اثر است، به نام صبر خدا. عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یکدیگر ویرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم که در همسایه صدها گرسنه چند بزمی گرم عیش و نوش می دیدم، نخستین نعره مستانه را خاموش آن دم بر لب پیمانه می کردم. عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم که می دیدم یکی عریان و لرزان، دیگری پوشیده از صد جامه رنگین، زمین و آسمان را واژگون مستانه می کردم. عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم، نه طاعت می پذیرفتم نه گوش از بحر استغفار این بیدادگرها تیز کرده، پاره پاره در کف زاهد نمایان صبحه صد دانه می کردم. عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم، برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان، هزاران لیلی نازآفرین را کو به کو آواره و دیوانه می کردم. عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم، به گرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان، سراپای وجود بی وفا معشوق را پروانه می کردم. عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم، به عرش کبریایی با همه صبر خدایی، تا که می دیدم عزیز نابجایی ناز بر یک ناروا گردید خاری می فروشد، گردش این چرخ را وارونه بی صبرانه می کردم. عجب صبری خدا دارد اگر من جای او بودم، که می دیدم مشوش عارف و عامی ز برق فتنه این علم عالم سوز مردم کش، به جز اندیشه عشق و وفا معدوم هر فکری در این دنیای پر افسانه می کردم. عجب صبری خدا دارد چرا من جای او باشم، همین بهتر که او خود جای خود بنشسته و تا به تماشای تمام زشت کاری های این مخلوق را دارد، وگرنه من به جای او چو بودم یک نفس کی عادلانه سازشی با جاهل و فرزانه می کردم. عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. بله، این هم قطعه صبر خدا که حضورتون تقدیم شد، که در کتاب شمع‌ها بسوزید من که به چاپ 18 رسیده در دست مردم مرتب در حالت گردش خواندن. آقای معینی همیشه همزمان با آهنگساز همون موقع شعر رو میگفتند. خب شعرهای دیگه گاهی ممکن بود سیلاب برداری کنن و بعداً بر مبنای اون سیلاب اشعاری بگویند و بعض باز هم با هم تماس گرفته بشه و اصلاحاتی صورت بگیره. آقای معینی عادتش این بود که همزمان همین شعر رو میگفت، البته اون شعر وقت میتونست حک و اصلاح بشه، یعنی من لااقل خاطره خودم رو با ایشون میگم که مثلا ممکن بود که اون شعر اولیه گفته میشه خیلی مناسبه با اون قسمت اول آهنگ نباشه، و با تذکری که به هم میدادیم و به اصطلاح روشن میکردیم ممکن بود باز کلام عوض بشه، ولی همه اونها رو همزمان انجام میگیره. یعنی آخر ترانه تموم شده بود، همونطور که آهنگ تموم شده بود ترانه هم تموم شده بود. یک ترانه رو شما از من سراغ ندارید و هیچ آهنگسازی این دعوی رو نخواهد کرد و نبوده، چون که من ترانه رو برای جلسه دوم انداخته باشم، یعنی ترانه رو
به ترا به آهنگساز بگم آه امروز من نشد اینه بگم این دو خطه گفتم بقیه رو جلسه دیگه میگم مطلقا آهنگ برای من این میزدن یه بار من ترا برم میزد یه روزی با آقای موینی کرمانشاهی صحبت میکردیم که یه قراری بذاریم که یکی از آهنگهایی رو که قرار بود ایشون شعرش رو بگوید تماسی با هم داشته باشیم و ترتیب کار داده بشه من موسیقیشو مقداری از موسیقیشو نوشته بودم ولی نه تمام تفاهم فکری ما زیاد بود در ساختن ترانه ایشان آهنگهایی که میساخت البته قبلا هم میساخت ولی خب تفاهم اینقدر بود که وقتی من ترانه رو میساختم میرفتم جلو گهگاهی بنابه خواست کلام ایشان آهنگش یه تغییری میداد آهنگ بعدی یا دنبال آهنگ یا من کلمات رو تغییر میدادم من رفتم اونجا و نشستیم و شروع کردیم این در همایون من ساخته بودم که ایشون هم همزمانش البته همینطور که آهنگ رو میشنیدند به تدریج شروع کردن به گفتن شعر از من بگذرید باز از ترانه های خیلی جالبی بود که من خودم خیلی دوستش می‌داشتم و دوستش دارم شروع شد بگذر از کوی ما عرض کنم که کن نظر سوی ما الی آخر الی یه مقداری که رفته بود تا اونجا که من موسیقی نوشته بودم بعد یه مرتبه آقای موینی من گفت که خورم جان من اینجا دلم میخواد یه چیزی بگم یه مطلبی رو بگم گفتم خب بگو مطلبتو بگو گفت خنزر آهنگ بودم کاری با آهنگ نداشته باش شما مطلبتو بگو ببینم چی میخوادی گفت میخوام اینو که نوشتم این الان مینویسم برات میخونم نوشت که مگر به شهر شما قسم شما رو به خدا جنون عاشقی تماشا دارد به سوزدن که هست و حاشا دارد بودم خیلی خوب خیلی خوب کارش درست میکنیم من نشستم به جانب دیگه فکر کردم فکر کردیم و موسیقیشو نوشتم و خیلی انطباق قشنگی با هم پیدا کرد بعد یک بخش دیگه شو مجددا من اضافه کردم که من عاشقم و گناهکار آیا همه شما بیگناهید این قسمت رو من موسیقیش نوشتم بقیهش رو ایشون ادامه داد دیدیم عجب خوب جا افتاده با هم دیگه با اینکه نه من پیش بینی میکردم که به اینجا برسه و نه ایشون پیش بینی میکرد و اصلا ریتم آهنگم از اول یک چهار ضرب سنگین شروع شده بود وقتی ایشون گفت من دلم میخواد چنین مطلبی رو بگم منم گفتم که بگو مطلبت رو کارت نباشه بالاخره ما یک کاری میکنیم و نتیجه این همفکری و همدلی این موسیقی نوشته شد و اون شعر زیبا روی اون گذارده شد که خب به هر حال مورد استقبال مردم هم قرار گیره بگذر از کوی ما کن نظر سوی ما به هر طرف ببین شروع کن در پی من زبان گشت پیر و جوان از این جنون چه گفتگو
سلام به پیری ترانه است که آقای فضل‌الله توکل آهنگش رو ساخته. کلام بسیار زیبایی هم ساخته معینی جان. آهنگش مال بنده حقیر و خدا رحمت کنه مرحوم واروژان این اثر رو ارکستر کرد با ارکستر بزرگ ارکستر سمفونیک تهران این کار ضبط شده. خانم بیتا خونده این، چون خانم آقای توکل بود خانم بیتا اون این ترانه رو خونده که با این شعر شروع میشه: آینه من شکسته چرا، به چهره غبارم نشسته چرا، مرا ای جوانی صدا کن. و خودم اجرا کرده بودم، بسیار مورد توجه قرار گرفت و خودم هم فوق‌العاده به این آهنگ علاقمند هستم. و نوروز 1352 این کار به حضور مردم تقدیم شده و این شاید جز آخری ترانه های من بود. من ترانه رو با کودکی تقریبا میشه گفت، نمیشه، قبل از اون ساخته بودم چند تا ترانه، ولی در اون فوان ترانه سرایی با کودکی شروع کردم و با سلام به پیری ترانه رو بستم، پرونده ترانه سرایی رو در وجود خودم بستم، چون معتقدم ترانه یک زمان شادابی زندگی رو احتیاج داره که یک ترانه سرا ترانه سرایی کنه. وقتی آدم به سن کهولت نشست دیگه نمیتونه بسازه این همه آشفت عالی، این همه ناز خیالی، ای بدو شفکندگی صورت رو دارم دیگه، اصلا قویه برای همچه سن این حرف آزه، این مال اون زمانه. بنابراین من ترانه چون باید شاداب باشه، مال زمان شادابی سنه که این ترانه رو ساختم. آبد زبان اسیری من که گوید سلامی به پیری من، مرا ای جوانی صدا کن. آینه من شکست چرا، به چهره غبارم نشست چرا، مرا ای دل من دعا کن، مرا ای دل من دعا کن. آمد زمان اسیری من که گوید سلامی به پیری من، مرا ای جوانی صدا کن، مرا ای جوانی صدا کن. زمان لحظه لحظه شود ماه سالی، زمانی به خوابی دمی با خیالی، به آسوده بودن ولی کو مجالی، مگر عمر نوحی که باشد محالی. لب نگشودم میان چمن به ترانه شادی، تو این شاد زندگی کجایی، مگر به خوابم تا به خوابم لحظه شود ماه و سالی، زمانی به خوابی دمی با خیالی، به آسوده بودن ولی کو مجالی، مگر عمر نوحی که باشد محالی.